علی‌رغم اینکه مردم اسرائیل پس از فاجعه 7 اکتبر می‌دانند که عامل اصلی در واقع در این فاجعه جمهوری اسلامی هست، آیا همچنان حساب مردم ایران رو از رژیم جمهوری اسلامی در افکار عمومی غالب در اسرائیل میتونیم شاهد باشیم یا خیر؟ در خدمتون هستم جناب کرمانی. جناب خلدبری، با درود خدمت جناب عالی و همه بینندگان برنامه، ممنون از اینکه این فرصت رو به من دادید. نه جناب خلدبری، اتفاقا درست برعکس، مردم اسرائیل آنچه را که دارن میبینن، حساب مردم ایران رو از حکومت جمهوری اسلامی همیشه جدا میدانستن، همیشه هم علناً اعلان کردن این مطلب رو، الان هم ادامه داره و اون چیزی که الان میبینن اینه که مردم ایران در ورزشگاه ها، در خیابان ها را میرن و میگوین که نه غزه نه لبنان. در دنیای مجازی اون مسیج هایی که از ایران میاد اصلا واقعا شگفت انگیزه که چقدر مردم ایران دارن از خودشون جرأت نشون میدن برای اینکه از اسرائیل حمایت بکنن. با اون چی میدونید خلاف قانونه در ایران و مجازات، ولی مرتب اینا گفته میشه. در بعضی از مملکت ها تظاهرات ایرانیان به نفع اسرائیل بوده و اسرائیلی ها این رو هم میبینن هم واقعا براش ارزش قائلن. اسرائیلی ها الان تشنه حمایت و تشنه دوست هستن و میبینن که ملت ایران قلبا با اسرائیل یک همبستگی نزدیک داره. در اصل هیچگاه نمیشه از پایان چیزی سخن گفت قبل از اینکه آغاز مطلبی رو در نظر بگیریم. بسیاری نه تنها در رسانه ها بلکه در خیابان ها، در کوچه و بازار، در هر جا که مردم هستند، این رو دارن القا میکنند که بله یک کار وحشتناک تروریستی صورت پذیرفته. اما فرمایشتون 100% درسته جناب خلدبری. منم همیشه عرض میکنم که شما یک داستان رو اگر بخواین از وسطش بگیرین خیلی راحت میتونین به نتیجه اشتباه برین. یه مثال دارم برای این مطلب و اون این هستش که خانواده ای در خانهشون نشستن، یک قاتلی میاد در خانه رو میشکنه، وارد میشه، پدر و مادر بچه ها رو میکشه، مادر بزرگ رو بر میداره از خونه با خودش میبره. موقعی که خارج میشه از منزل پلیس سر میرسه و یه زد و خوردی نتیجه میشه که در اون درگیری دست و پای قاتل میشکنه. حالا اگر کسی اون موقع به این صحنه رسیده باشه که ببینه که یه مردی با یه خانم مسن متشخصی داره از یه منزلی میاد بیرون و یک دفعه پلیس میرسه و با او هجوم میبره و میزنه دست و پاشم میشکنه، خب مسلما به این نتیجه میرسه که تقصیر پلیسه. ولی اگر از اول داستان اونجا بود و میدید که چه شده بود، اون موقع و حتما برای پلیس خیلی هم ارزش و احترام قائل میشد. اینجا اتفاقی که افتاده از این مثالی که بنده عرض کردم هزار مقابل بدتر و فجیع‌تر بوده. چیزهایی که هر هفته داره روشن میشه از فجایعی که این تروریست‌های واقعا غیر انسان مرتکب شدند، مثلا وارد منزلی شدن، پدر اون خانواده منزل نبوده، یه مادر جوانی بوده با یه بچه نوزاد، این نوزاد رو از آغوش مادر میکشن، جلوی چشم مادر میذارنش تو فر گاز، تو اجاق گاز، و اجاق رو روشن میکنن، بعد مادر رو میندازن رو زمین، بهش تجاوز میکنن، بعد میکشنش. یا در منزل دیگری وارد میشن، میز صبحانه چیده شده بوده، یک طرف میز پدر و مادر، یک طرف دیگر میز یه بچه پسر 8 ساله و یک دختر 6 ساله نشسته بودن. وقتی که افراد پزشکی قانونی به اونجا میرسن بعد از واقعه، میبینن که اولا دست و پای دستای هر 4 نفر اینا بسته شده بوده، بعد
چشم پدر از حدقه در آورده شده بوده، مادر بهش تجاوز شده بوده بارها و بارها، به صورتی که لگن خاصرش شکسته، پای دختر 6 ساله رو بریدن، انگشتان پسر 8 ساله رو قطع کردن، بعد اینها رو زنده آتش زدن و بعد بهشون شلیک کردن. این مأمور پزشک قانونی که این رو در صحبتاش آمده بود به اصطلاح توضیح میداد، همینطور که عشق از چشمش میرسید میگفت من از بینندگان، تو تلویزیون بود، میگفتش که من از بینندگان استدعا میکنم که فقط تصور بکنن که آیا موقعی که این اتفاق رخ داده، اول این تروریست ها بچه ها رو جلوی چشم پدر مادرشون به این صورت شکنجه دادن، یا اول پدر مادر رو چشم پدر رو در آوردن و مادر رو تجاوز کردن جلوی چشم بچه ها این بلا رو سرشون آوردن. شما فقط تصور بکنین کدومی که این وقایع اول اتفاق افتاده. بعد ازش پرسیدن که خب شما چطور میدونین که اینا رو آتش زدن بعد شلیک کردن بهشون؟ گفتش که وقتی که کسی زنده باشه و تنفس بکنه، موقعی که آتشش میدن، دود و خاکسته مجاری بینیش جمع میشه. اگر اول کشته بودن اینا رو بعد آتش میزدن، در بینیشون دود و خاکستر نبود. بنابراین از لحاظ علم به اصطلاح پزشکی مشخصه که اینها رو اول آتش زدن. این نوع فجایع، و عرض میکنم روزی نیست که یه داستان جدیدی نیاد کرد. خب حالا میرسه برمیگرده به اونجایی که عرض کردم که یه عملیات دفاعی، وقتی که یک نیروی هست که بارها بارها اعلان کرده که قصدش نابودی اسرائیل، قصدش کشتار تمام یهودیان هستش، سالهای سال در اونجا بوده، زورش نمیرسیده، عملیات کمتری انجام میداده، خمپاره مینداخته، تیراندازی میکرده، عملیات حتی انتحاری انجام میداده، اسرائیل با اینا حاضر شده بسازه تا این آخرین عملی که انجام دادن. ولی این بار واقعا نشون داده که قصدش اینه که بدنه این ملت رو تکه تکه بکنه. خب البته که وظیفه داره که این چنین شری رو نه تنها از کنار خودش پاک بکنه، از لکه اینا، لکه ننگ بشریت هستن، اینها نباید وجود داشته باشن، و اینطوری که وارد چنین عملیاتی میشه. ببینید من نمیدونم برنامه چقدر وقت داره، ولی مثلا یکی دیگه از چیزهایی که من برای این صحبت آماده کردم، منشور سازمان حماس هستش که در اوت 1988 نوشته شده. در مقدمش نوشته که اسرائیل وجود داره و وجود خواهد داشت تا وقتی که اسلام آن را از بین ببرد. در بند هفتش نوشته که روز قیامت نخواهد آمد مگر آنکه مسلمانان یهودیان را به قتل برسانند، بکشند، و در آن روز یهودیان پشت درخت ها و سنگ ها قایم خواهند شد و سنگ ها و درختان به صدا در خواهند آمد و خواهند گفت ای مسلمان، پشت سر من یک یهودی قایم شده، بیا و او را بکش. این بند هفته منشور حماسه. بند یازده میگوید که تمام سرزمین هایی که، با کلماتش رو میخوام دقیق خدمتتون عرض کنم، البته از انگلیسی دارم ترجمه میکنم، تمام سرزمین هایی که با زور توسط مسلمانان فتح شده از روز اول، وقف مسلمانان است و هیچ نیروی، هیچ کشور، چه عربی چه غیر عربی، هیچ شاه یا رئیس جمهور، هیچ سازمان یا همه سازمان ها و مملکت ها و رؤسای جمهور و پادشاهان با هم اجازه ندارند حتی یک ذره از این خاک را به کسی دیگری منتقل کنند.
و بعد در نهایت میگه که تنها راه نگاه کردن به مسئله فلسطین جهاد هستش. یعنی دارن میگن که با هیچ نوع مذاکره حاضر نیستن انجام بدن، تمام سرزمین اسرائیل رو میخوان و تمام یهودیان اسرائیل رو باید. شکی نیست که هر کسی که اسم خودش رو انسان میگذاره با دیدن این صحنه های کشته شدن بچه ها و انسان های بیگناه یا حداقل انسان های غیر خاصم قلبش جریحه دار میشه و این تفاوت نمیکنه که این بچه ها فلسطینی باشن یا اسرائیلی باشن. تا اونجایی که ممکن و مقدور باشه هیچ بیگناهی در هیچ عملیاتی نباید حتی یک قطره خون از دماغش بیاد. اما در ارتباط با اینکه باید آتش بس بشه یا نه، قوانین بین المللی در این مورد بسیار بسیار مشخص هستند. حدود 10 روز پیش در مجلس لردهای انگلستان از یک متخصص والای قوانین جنگ دعوت شده بود که در مورد این مسائل قوانین جنگ به خصوص در ارتباط با غزه صحبت بکنه و ایشون، من این مقالش رو اینجا دارم، ایشون 2-3 تا نکته خیلی جالب و مهم رو مطرح کردن. مسئله اول این هستش که میگویند از لحاظ قوانین جنگ که میخواد از خودش دفاع بکنه باید 3 شرط رو به جا بیاره. شرط اول این هستش که اجازه داره برای دفاع از خودش وارد جنگ بشه. این جنگ هدفش باید دفع حمله باشه و بعد اجازه داره که عملیاتش رو تا اونجای ادامه بده که بعد از دفع حمله هم اون دشمنی که بهش حمله کرده دیگر قادر نباشه که مجدد بهش حمله بکنه. پس اگر این شرایط رو دارا بود دفاع از خودش قانونی است. بعد نکته دوم و جالبش این استش که میگوید پس بنابراین اگر کسی که به صورت قانونی داره از خودش دفاع میکنه بخواین بهش تحمیل بکنین که وارد آتش بس بشه، قبل از آن که اهداف قانونی خودش رو تونسته باشه بهش برسه، در واقع دارین از حق دفاع قانونی او جلوگیری میکنید و این خودش غیر قانونیه. بنابراین اسرائیل هدف این جنگ رو اینطور تعریف کرده که نابودی اون نیروی هستش که قادر به اسرائیل حمله کنه و انسانهای بیگناه رو به قتل برسونه. هنوز به این هدف قانونی هستش، هنوز به این هدف نرسیده و بنابراین علی رغم این که عرض میکنم واقعا آدم جدا قلبش جریحه دار میشه که ببینه آدمهای بیگناه کشته میشن این وسط، تحمیل آتش بس به اسرائیل در این موقع معنیش این هستش که حماس میتونه ابقا بشه و اعلان کرده که در آینده هم میخواد همین نوع عملیات وحشیانه رو دنبال کنه. یک آنالیستی داشت تشریح میکرد که تحولات سیاسی در داخل اسرائیل رو در ارتباط با رابطه با فلسطینی ها و میگفتش که اسرائیل اول که مذاکراتش رو با فلسطینی ها شروع کرد که منجر به توافق های اسلو شد در دهه 90، حزبای دست چپی سر کار بودن در اسرائیل که میگفتن باید به هر قیمتی که شده با فلسطینی ها صلح کرد. پاسخ فلسطینی ها انتفاضه اول و دوم بود. بعد یک حکومت مشترک دست راست و چپ آمد سر کار و گفتش که نه، خب این سعی بر توافق که به نتیجه نرسیده، ما با اینا اصلا لازم نیست وارد مذاکره بشیم، ما داوطلبانه یک طرفه سرزمین ها رو تخلیه میکنیم و آمدن از غزه بیرون و غزه رو دادن به فلسطینی ها.
نتیجهش این شد که به فاصله یک در سال 2005 این اتفاق افتاد. در سال 2006 یک انتخاباتی در اونجا صورت گرفت و بلافاصله در اون انتخابات حماس تمام نماینده های الفتح رو در اونجا به قتل رسون کشت و الفتح رو از اونجا بیرون کرد و نوار غزه رو در اختیار گرفت. دوباره پس اسرائیلی ها به این نتیجه رسیدن که این راه حل هم نتیجه صلح نداده. بعد دولت آقای نتانیاهو اومد سر کار و اینها سیاستشون این شد که نه ما اصلا هیچ کاری نمیکنیم، نه سعی میکنیم صلح کنیم، نه سعی میکنیم یه طرفه تخلیه کنیم و نکنیم، وای میسیم اینجا با قدرت، اگر هم حمله کردن پاسخ حملهشون رو به همون نسبت میدیم و زندگیمون رو ادامه میدیم تا اینکه یه موقعی بشه که فلسطینیا آماده صلح بشن. این باعث شد که حدود 7-8 سالی تقریبا یک سکوتی برقرار شد اونجا، ولی بالاخره نتیجهش این حمله اخیر 7 اکتبر شد که بزرگترین کشتار یهودیان بعد از جنگ جهانی دوم بوده در یک روز. امروز مردم اسرائیل به این نتیجه رسیدن که هیچ راهی برای رسیدن به صلح با حداقل این بخش تندرو و افراطی فلسطینی ها ندارن، مگر اینکه باید اینا رو نابود، یعنی یا اینکه اسرائیلی ها باید آماده بشن بمیرند یا اینکه باید اونها رو از بین ببرن. و اسرائیلی ها میگن ما هنوز آماده نیستیم بمیریم. جناب کرمانی، من میخواستم در به عنوان حسن ختام گفتگویی که در خدمتتون هم داشتیم یک قطعه از شکسپیر رو عرض بکنم که وصف الحال روزگار ماست به نوعی. در یک دیالوگی که بین در واقع ریچارد و آقای دوگلاستر صورت میپذیره، در پرده سومش به صورت شعرگونه چنین شکسپیر آورده: من میتوانم لبخند بزنم و لبخند زنان آدم بکشم، و به آنکه قلبم را غمین میسازد بگویم آرام بمیر، و گونه هایم را از اشک دروغین تر کنم، و در هر جایی نقابی به رخ کشانم. من بیش از پریان دریا دریانوردان را در آب غرق خواهم کرد، بیش از تمساحان خونخوار بینندگان خود را هلاک خواهم ساخت، نقش ناطق را یک تنه بر عهده خواهم گرفت، در فریبکاری از اولیس گرو خواهم برد و مانند سینون تراوای دیگری خواهم گشود. من می توانم تن بوغلمون را رنگین تر کنم، در تغییر صورت از پروتیوس سبقت بگیرم و ماکیاولی جنایتکار را به دبستان روانه کنم. متاسفانه این واقعیت تلخ برخی از واکنش هاست که در دنیای امروزمون میبینیم و باید امیدوار باشیم که در عصر اطلاعات مردم بتوانند پایبند حقیقت واقعی بمونند و مطمئنن دنیای ما سزاوار چنین فجایعی نیست و بایست هرچه زودتر به شکل درستری این موضوع خاتمه پیدا بکنه و آرامشی در واقع در آسیا در خاورمیانه صورت بپذیره. هزینه هایی که پرداخت شده زمان اون رسیده که شاید مردم ما هم بتوانند در اون نقطه جغرافیایی در آرامش و راحتی به سر ببرند، همانند همه انسان های دیگری که در کره خاکی زندگی میکنند. اگر موضوع دیگری در صحبتمون هست که در خدمتون باشیم. در این صورت بسیار سپاسگزاری کنم از باشم از فرصتی که پیش آمد و در خدمتون بودم. خیلی خیلی ممنون از فرصتی که به من دادین. این دعایی رو که کردین منم بهش میپیوندم. امیدوارم که روزی برسه که انسان ها اینقدر به درجه از تمدن برسن که متوجه بشن که با جنگ و خونریزی نمیشه به نتیجه رسید.
شما قطعی از شکسپیر رو گفتین، اجازه بدین منم برای بینندگان یک جمله از خانم گولدا مییر نخست وزیر سابق اسرائیل رو خدمتتون عرض بکنم. گفت بعد از جنگ 73، جنگ یوم کیپور که اسرائیل به همین صورت این بار غافلگیر شده بود، ایشون گفتش که من میتوانم اعراب را به خاطر کشتن بچه های خودمان ببخشم، اما هرگز نمیتوانم آنها را به خاطر اینکه بچه های ما را مجبور کردند آنها را بکشند ببخشم. برای اینکه هر باری که هر چیزی منجر به کشتاری میشه فقط به خصومت تسلسل میده و این خصومت رو تشدید میکنه متاسفانه. امیدوارم که روزی برسه، عرض کردم، که ملت ها به این درجه از تمدن برسن که بتونن مشکلاتشون رو با مذاکره حل بکنن. خیلی ممنون از فرصتتون. بسیار سپاسگزارم. بدرود.